دوستان عزیز، 5:18 دقیقه روز چهارشنبه 22 جولای در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو آرینا. شما صدای ما رو از موج اف ام ردیف 105.9 HD3 در تورنتوی کانادا میشنوید. همونطوری که بهتون وعده داده بودیم، ارتباط زنده ای رو برقرار کردیم با خانم مهوش، مدیر و مؤسس مرکز و سالن زیبایی خانم طلا که همراه ما هستن. سلام عرض میکنم، حالتون چطوره خانم مهوش؟ من خوبم و اینجا میخوام که درودی بفرستم به تمام بینندگان و شنوندگان، چون بیننده ما داریم، رادیو آرینا، و سپاس از شما که یه همچین فرصتی رو در اختیار من گذاشتید و میتونم که در خدمت تمام عزیزان باشم با هر سوال و هر موردی که هستش، که همیشه برای ما خانوم ها حرف اول رو میزنه زیبایی. البته شامل حال آقایون هم میشه ها، ولی ما خانوم بیشتر. سرکار خانم مهوش، اجازه بدید من هم به شما سلام و عرض ادبی داشته باشم. خیلی خوشحالیم که شما روی خط برنامه زنده همون داریم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی هم زیبا و خوش آب و رنگ هست تصویر رو، ماشاءالله شما هم زیبا و خیلی لذت میبریم، هم بصری هم سمعی. خب امروز با موضوع قرار هست شما بفرمایید در ارتباط با موضوع نکات مهم در انتخاب رنگ مو و حالا اهمیت رنگ پوست در خدمتتون هستیم، بفرمایید. البته خب هممون ما دنبال فشن، مد جدید، رنگ جدید، فصل به فصل سال باشه، همه دنبال این هستیم. اما یکی از نظراتی خود من دارم و اینو روی تجربه‌ام دارم میگم، همیشه اون رنگی زیباست که به چهره ما بیاد. اگر حتی الان رنگ آبی مد باشه یا بلوند مد باشه، ولی اونطور که باید روی صورت خودنماییش رو بکنه با رنگ پوست و اینا، هیچ زیبایی رو نخواهد داشت اگر که هماهنگ نباشه. و ما همونطور که هممون میدونیم، اکثر شرقی ها، آسیایی ها، ما یه مقداری تون پوستی داریم که یه ذره پیگمنت زردی داره توش. خیلی نه، البته همه، عده‌ای که در شمال ایران زندگی میکنن خب پیگمنت های صورتی رو بیشتر دارن، ولی اکثریت اون تون زرد رو روی پوست ماها در اصل هست، اگه بخوایم دقت کنیم هستش. در نتیجه ما باید دقت کنیم که اون تونی که داریم در چه پایه‌ایه و بعد بر اساس اون بتونیم رنگ رو انتخاب بکنیم. رنگ های بلوند با توجه به اینکه اگر و اکثر خانم های ایرانی دوست دارن، من هیچ ایرادی هم نمیگیرم چون به هر حال هر کسی سلیقه ای رو داره، اما باید دقت بکنیم که وقتی که بیش از حد به طرف بلوند ما میریم، باعث میشه پوست ما خسته نشون داده میشه و یه مقدار چهره رو، و مجبوریم همیشه یه میکاپ حتما داشته باشیم. یعنی بدون میکاپ انگار که خدای نکرده از بستر بیماری آمدیم بیرون و در نتیجه دنبال اون ما هیچ وقت نیستیم. بلطب که فصل ها وقتی عوض میشه، رنگ های گرم در فصل سرما و رنگ های روشن‌تر در فصل گرما حرف اول رو میزنن، اما اون روشنی که دارم الان عرض میکنم خدمتون بستگی به این داره که چقدر روشن. و یکی از توصیه هایی که من دارم برای خانوم های عزیز که اگر هم دوست دارن موهاشون خیلی روشن باشه، هیچ وقت سعی کنید یک دست موهاتون رو بلند نکنید، چون همونی ها که عرض کردم خدمتون، اون خستگی رو به چهره میاره. حتی اگر دوست داریم بلند باشیم، میتونید پر هایلایت بزنید، روشن داده نشون داره، ولی اون سرگه ها و سایه هایی که از لابلای موی شما هستش، یه زیبایی خاصی رو و از اون حالت میگیره، اون حالت بیش از حد روشن بودن رو. نه بذار اول من یه سوال بپرسم خانم مهوش، من چه رنگی به هم میاد؟ شما اول یه فر بکنید موهاتون. نه شما اول یه کاشت مو انجام بدم بعد. خب خوش من یه سوال پرسیدم، حیثیت منو در رادیو بردن این دوستان. هر چرا دشمنی میخوای بذاری بین من و آقای رو؟ چرا میگید کاشت مو؟ من نمیام راجب کم پشتی مو صحبت، ولی میخواستیم بگیر بکنم الان اشاره. نه من رنگ مو رو گفتم، بودم اول فکر کنیم بعد بلوند.
بله دستتون در نکن. اگه اجازه است من یه سوالی دیگه بپرسم، چون حالا خیلی هم سوال داشتیم. یکی از سوالات اینه که خب خیلی از خانم ها حالا با شرایطی که شما گفتین، با رعایت این نکات که حالا رنگ مو خیلی روشن شاید به خانم ها با پوست گندمگون ما نیاد و این نکته در نظر داشته باشن، یکی از مسائل ما همیشه اینه که این رنگ ها، خصوصا رنگ ها وقتی توناژ زیتونی و یا دودی دارن خیلی روی مو نمیمونن و حالا بعد چند هفته از بین میرن. چه راهی هست واقعا برای اینکه یه مقدار ماندگاری بعضی رنگ ها رو بیشتر بکنیم؟ هستن حالا شامپوهایی که میگه تثبیت رنگ، نگه داشتن رنگ همین هست یا راه دیگه ای هست؟ بفهمید. ببینید، اینی که شما فرمودین کاملا درسته که شامپوها تا حد زیادی کمک میکنن، اما وقتی پایه اصلی یعنی عمل کرد اشتباه باشه، شامپو چقدر میتونه کمک کنه؟ چون شامپو یه تمیز کننده است، ولی تا حدی با شامپوهایی که حالا بنفشه یا هر چی میخوام، اینی که فرمودین که نمیمونه روی مو، بله، اگر در زمان 25 تا 30 سال پیش که ما داشتیم کار میکردیم این مورد رو میگفتین، حق بود و درست بود، به خاطر اینکه ما راه دیگه ای رو نداشتیم. الان تکنولوژی پیشرفت کرده و اینقدر رنگ ها و مواد لازم و سالم و بدون اینکه آسیب بهمون بزنه و صحیح میشه عمل کرد روی مو، که دیگه اون رنگ زیتونی یا اون رنگ بلاند نخواهد رفت. اگر یه عده میگن میره، من میگم عمل کرد اشتباه بوده، چون وقتی که ما الان تونرایی رو داریم که میتونه تثبیت بمونه، ولی اگر بشناسیم و بدونیم کار رو باید چجوری انجام بدیم، به هیچ عنوان نمیره. و من خیلی راحت میگم که هایلایت، که همون رنگ های تیکه های بلاندی که ما رو مو میزدیم، یه اشاره اینجا بکنم، در زمان قدیم ما بعد 3 ماه حد اکثر مشتری برمیگشت، میگفت زرد شده دوباره، ما باید دوباره اینو یه تونر یا رنساج میزدیم. الان اگر یه همچین کسی بیاد و اینو بگه، معلومه من کارم درست نبوده، چون الان رنگ های اومده که شما بعد از هایلایت به عنوان همون تونر یا رنساج میزنید ثابت میمونه، خیلی هم موها رو براق میکنه و هر روز هم میتونم بگم هرچی هم بشوریم خوش رنگ تر میشه. ولی اگر اشتباه انجام بشه و مثل زمان سابق که چویسی نداشتیم، چاره‌ای نداشتیم و با پرمننت کالر ما مرم داشتیم اینو تونر می‌زدیم، خب بلتاپ به همون مشکلات بر می‌خوریم. پس همین الان میشه ثابت باشه عزیز، و احتیاجی خیلی زیاد برای کمک گرفتن از شامپوهایی که بلوه یا آبیه یا بنفشه یا هرچیه به هیچ عنوان نیست. بله خیلی متشکرم. یک سوال پایانی این دوستی پرسیدن، حالا من نمیدونم چقدر شما میتونید راهنمایی بفرمایید در این زمینه، پرسیدن که علاوه بر حالا رنگ پوست خودمون در انتخاب رنگ مو، نکات دیگه مثل چاقی و لاغری هم ملاک در انتخاب رنگ مو یا اینها خیلی مربوط نیست؟ چاقی و لاغری رو من فکر میکنم به نوع کوتاهی مو مربوط میشه، که چه استایلی ما مو رو کوتاه بکنیم که بتونیم صورت رو لاغرتر نشون بدیم، پشت گردن رو چقدر بلندتر بذاریم یا کوتاه کنیم که خود گردن رو، و اینا همه شامل میشه، حالت مکمل هم دیگه است که در نتیجه وقتی که چهره زیاد چاق نشون داده نمیشه، فکر میکنم به بدن دیگه آخر سره که میخوان برام دقت کنن. ولی با یه حرکت اشتباه ما میتونیم صورت رو 2 برابر درشت‌تر نشون بدیم و اون موقع است صحیح نیستش. ولی در رابطه با رنگ نمیتونم بگم برای خانمایی که چاق هستن مثلا مؤثر هست یا نه. بله، یک سوال همین الان رسید برای ما که پرسیدن رنگ آمونیاک فری چی هست، اگه میشه توضیح بفرمایید. رنگ های آمونیاک فری هستن، موجود هستن در بازار، ولی به عنوان اینکه اگر بگن میاد موهای سفید رو کاور میکنه و میپوشونه، من به هیچ عنوان قبول ندارم، چون طبق مینویسن روی قوطی های بعضی از این تیوب های رنگ که این آمونیاک فریه، ولی اگر آمونیاک نداشته باشه نمیتونه وارد پیگمنت ها بشه، اون قدرت رو نداره و سفیدی مو رو نمیپوشونه. رنگ های آمونیاک فری رو ما برای ساقه های مو، برای شفافتر کردن و تازه کردن پایین مو و روی تونر، به عنوان تونر روی هایلایت ها استفاده می کنیم. هستن الان تو بازار یه عده‌ای میگن، ولی اگر دقت کنن به هیچ عنوان کمپانی های معتبر من الان نمی بینم اصلا بگن آمونیاک فری ما داریم، و به خاطر اینکه کارکردی نداره، کاربرد داره فقط روی ساقه مو و به عنوان تونر. بسیار عالی خانم.
جانم. ببخشید که من صحبتتون قطع کردم. اولا چون دو سه تا سوال دیگه اومده و بازم سوال آخر داریم ازتون، همچنان سوالای آخر رو میپرسیم ازتون. خانم سمانه گفتن که خانم مهوش واقعا کار محشره، یه دنیا مرسی از کپ و رنگی که برای من و دوستم انجام دادین، واقعا مرسی که هستین. همین گفتم اول اینو بخونم. بعد دوست دیگه ای نوشتن، من البته خب چون زیاد با این چیز آشنایی ندارم، حالا اینجوری میخونم، حالا شما فکر نکنید من خیلی واردم، ولی نوشتن ولی هایلایت ها هنوز بعد از مدتی زرد میشه و مجبوریم بلوش شامپو کنیم. نه عزیز، اگر درست انجام بشه من بهتون قول میدم، نمیخوام از کار خودم در این برنامه صحبت کنم، ولی یک نفر رو پیدا کنین که من هایلایت کرده باشم و هر روز که میشونه موهاش خوش رنگ تر بشه و همونطور شب. خانم من شما یک و دوست دیگه نوشتن شامپوهای سولفات فری رو از کدوم فروشگاه باید بخرن، یعنی جای پیدا میشه یا اینکه فقط دوستان همصنف شما هستن که میتونن دسترسی داشته باشن؟ بیشتر توی بیوتی سوپلای های معتبر و پروفشنال دیده میشه، شاید توی جاهایی مثل نمیدونم فروشگاه های پابلیک مثل شاپرز یا والمارت باشه، ولی من درصد این که واقعا چند درصد اونا سولفات ندارن رو هیچ اطلاعی ندارم، ولی شامپوهایی که ما خودمون چون بیوتی سوپلای هم داریم، تمام اونایی که داریم برای موجود هستش و میتونن خریداری کنن، هم سولفات فری هم کالور سیو. بسیار. که آمونیاش کنترل شده و باعث میشه رنگمون دوامش بیشتر بشه. بسیار. حالا خانم مهوش از این بحث خیلی متشکرم، اولا که اطلاعات خوبی رو دادین، شنوندگان عزیزم براتون تشکر فرستادن. یه دوست دیگه حالا برای قضیه یه مقدار فان شدن قضیه، دوستی نوشتن آقایونی که تاس هستن هم میتونن موهاشون رو رنگ کنن یا خیر؟ آقایونی که تازه هستم پس من میخوام اینجا یه توصیه بکنم. آقایون فکر نکنن که اگر مو ندارن یه موقع خدای نکرده توجه نیستن، اتفاقا اونا هم یه خودشون هندسامی و خوشتیپی خودشون رو دارن. بسیار عالی، 100%. بعد دوستی سوال آخر رو اجازه شما، سوال آخر داریم ما، اجازه شدید اجازه بدید من خانم ها دارن، بعضی رنگی موی خانم هاست. دوستی پرسیدن که حنای هندی خوبه یا رنگ، و گفتن واقعا سوالمه، حالا اینا شوخی میکنن، سوال جدیه، نمیدونم. ببینید حنای هندی که دارن میگن، خب برطب که مواد گیاهی ما میگیم برای مو بهتره، ولی الان حناهای هندی چون توشون رنگ‌های مختلف داده میشه، معلومه یه مقدار مواد شیمیایی توش قاطی کردن. تنها حنایی که میتونم بگم 100% طبیعیه حنای خود ایرانیه که داریم، که موها رو اگر سفیدی داشته باشن یه ذره نارنجی میکنه، برای همین اونایی که موه سفید دارن یه ذره مشکل میتونن برن رو این رنگ، دوست ندارن سفیدا نارنجی نشون داده بشه. ولی حنا خوبه، اما سعی کنید حناهایی که میگم قهوه‌ای، مشکی، نمیدونم رنگ‌های مختلف، اونها یه مقدار مواد شیمیایی توش قاطی شده 100%. خیلی ممنونم. و در پایان خانم مهناز فاضلی نوشتن که من رنگ مو و کوپ موهامو در سالن شما انجام دادم، سالن خانم طلا انجام دادم، ممنون بابت دقت در کارشون. سپاس از ایشون بر خانم مهوش. این سوال آخرم من از تو بپرسم، چون ما سوال آخر زیاد داریم، این سوال آخر واقعا آخریه. موضوع برنامه امروز ما راجع به فرست ایمپرشن یا نگاه اول یا دید اول هست. آیا شما به عنوان کسی که مدت هاست در این حرفه هستید به این عقیده هستید که واقعا با چهره خاص‌تر آدم وقتی دیده میشه ایمپرشن بیشتری یا مثبت‌تری رو روی آدم‌های دیگه میذاره یا خیر؟ یعنی اون چهره ظاهری شروع داریم میفرمایید؟ بله. قبل از اینکه اصلا وارد گفتگو بشیم باشون، بله. من فکر میکنم قبل از اون انرژی اون طرفه که بهتون داده میشه، اگر حتی صحبت نکرده باشن اون ظاهر حرف خودشو میزنه، ولی اون انرژیه که حتی اگه کلامی حرف نزدیم میتونه به شما اون انرژی مثبت یا منفی رو بده. من چون خودم به این شکلم با آدم ها وقتی برخورد میکنم، تنها چیزی که برام مهمه اون انرژی خوب یا بدیه که خدای نکرده بد نداریم، ولی میتونم بگیرم. بسیار عالی، خیلی متشکر خانم مهوش از زمانی که به ما دادید و اطلاعات خوبی که به ما دادید. امیدواریم که هر کجا که هستید موفق باشید، ایشالله در هفته های آینده هم اگر مجالی باشه خدمتون خواهیم بود. خیلی ممنونم، من هم سپاسگزارم.
ممنونم و سپاس از شما عزیزان و دوستان. اگر هر موقع هر سوالی دارن با کمال میل با تلفن همراه من میتونن تماس بگیرن یا حتی تلفن سالن، من با کمال میل در خدمتشون هستم و به پاسخگو هستم به سوالاتشون. خیلی متشکرم. خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. بله، خانم مهوش مدیر و مؤسس مرکز زیبایی و سالن زیبایی خانم طلا بودن که در خدمتشون بودیم. خیلی متشکرم از این ارتباط. امیدوارم دوستان سوالاتشون رو جوابش رو گرفته باشن. بله، خیلی متشکرم از خانم مهوش عزیز که خیلی راحت در دسترس بودن و به سوالات پاسخ دادن و دوستانه، گفتن که دوستانه میتونید سوالات خودتون رو از ایشون مجددا بپرسید، حالا به سالنشون تماس بگیرین و حالا راهنمایی میکنن، مشاوره میدن. خیلی هم عالی، مرسی. خب اگه اجازه بدن اتاق فرمان، فکر میکنم که یک نریم تنفس بکنیم، یا نمیتونم تنفس متهمی الان شوشون تنفس میکنم شما تنفس نمیکنین الان. نه، میخواستم یه برشی داشته باشیم تا موضوعی که داره عوض میشه، بعد وقتی برمیگردیم راجع به موضوع برنامه صحبت بکنیم. دوستان امیرعباس گلاب رو میخوان برای من پخش بکنن، منتها بخش خبر هست، خیلی نزدیک خبر هستیم. خب پخش کنن، بعد بریم خبر رو گوش بدیم بعد برگردیم. من فکر میکنم که دوستان میگن نخیر، همون امیرعباس گلاب رو پخش میکنیم. اتاق فرمان میگه شما به ما دستور نده، ما به شما فرمان میدیم. بریم بشنویم، برگردیم.